با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه گفتار امشب رو در ارتباط با وقایع خبری این هفته به موضوع اختصاص دادم که دیروز در شهر کرمان اتفاق افتاد و در واقع سالگرد جنرال قاسم سلیمانی بودش، چهارمین سالگرد ترور او در بغداد، و طبق روالی که در اون شهر هست و به طور کلی در ایران، این رو به صورت یک در واقع اجتماع بزرگی در محل اون قبرستان شهر کرمان، جایی که آقای سلیمانی رو به خاک سپردند، قرار بوده برگزار بشه و حوالی ساعت 2:30 بعد از ظهر در اون محل دو انفجار در واقع اتفاق میفته به فاصله 7-10 دقیقه، و بر طبق آخرین گزارش ها چیزی حدود 100 نفر یا چیزی کمتر کشته شدند در این عملیات تروریستی. در ابتدای در واقع این اتفاق تمام توجه به سمت اسرائیل جلب شد، به خاطر اینکه یک روز قبلش هم در واقع موساد در بیروت یک فرمانده حماس رو در اونجا ترور کرد و 6 نفر دیگه هم همراه او کشته شدند، و در حال این اتفاقی که به فاصله 24 ساعت در کرمان هم میفته، طبیعی است که همه توجه ها رو به سمت اسرائیل جلب میکنه. جای به اصطلاح نگرانی که در این مورد بود و هست هنوز این هست که به نحوی در واقع این نوع اقدامات باعث بشه که پای ایران رو به یک جنگ منطقه‌ای بکشونند، و در ارتباط با این مسئله اون ایدئال در واقع آقای نتانیاهو که الان دهه هاست در واقع روش تبلیغ میکنه که به نحوی آمریکایی ها رو به جون ایران بیندازه و باعث بشه که در واقع دولت جمهوری اسلامی به طور کلی سرنگون بشه وسیله نیروهای آمریکایی به نفع اسرائیل. اصلا مصالحه 2003 که جنگ عراق شروع شد، این تبلیغ رو آقای نتانیاهو در آمریکا میکرده و هنوز هم عیناً این رو ادامه میده. در شرایطی که جنگ غزه در این حال در جریان هست و تقریبا داره به میشه گفت ماه چهارمش وارد میشه و عدم موفقیت نیروهای نظامی اسرائیل برای در واقع اهدافی که تعیین کرده بودند در همون روز اول حمله به غزه، که در حال در واقع به طور کلی سرنگون کردن حماس، از بین بردن حماس، آزاد کردن گروگان هاشون و تمام اینها بوده، حالا خب طبیعتا یک بهانه خوبی است که اسرائیلی ها بتونن به نحوی باعث بشن که ایران یک عکس العمل نظامی نشون بده و بر طبق در واقع قراردادها و قولهای استراتژیک که آمریکایی ها دارند در مورد حمایت از اسرائیل و دفاع از اسرائیل، آمریکا رو به طور مستقیم وارد جنگ با ایران بکنن، و به طوری که میدونن تنها نیرویی که در واقع در مقابل ایران میتونه عملی انجام بده آمریکایی هستند و اسرائیل نمیتونه مستقیما وارد چنین درگیری بشه. و به هر حال اون چه که در افواه عمومی بود در همون 24 ساعت
گذشته بعد از وقوع این انفجارها، این تروری، این عملیات تروریستی، این بوده است که پشت دست اسرائیل در پشت این عملیات است. منطقا هم هنوز میشه این امکان رو داد. امروز در واقع یک بیانیه منتشر شد به نام در واقع داعش که از کانال در واقع اطلاعاتی که داعش استفاده میکنه و در تلگرام این بیانیه منتشر شده و عکس دو نفر رو نشون میدن و مدعی میشن که این دو نفر در واقع تروریست های انتحاری بودند که در اون محل خودشون رو منفجر کردند. اسامیشون رو هم در این اطلاعیه ظاهرا داعش اعلام میکنه، ولی یک به اصطلاح نکات هست در ارتباط با این بیانیه که شک و تردیدها رو به وجود میاره که عملا میتونه این اتفاق اتفاق داعشی نباشه. چند نمونهش در واقع در متن خود همین بیانیه است که داعش منتشر کرده، نکاتی هست که جای بحث داره. اولا در عکس هایی که منتشر شده از این دو نفری که مدعی هستند اون کسانی بودند که عملیات انتحاری رو انجام دادند، صورتشون رو محو کردند. این منطقا به جور در نمیاد، به خاطر اینکه اگر این یک عملیات انتحاری بوده، فرد به طور مسلم از بین رفته، و اگر او از بین رفته چه دلیلی داره که تصویر صورتش رو محو بکنند؟ نکته دومی که در این هست در واقع اینه که کسانی که تمام در واقع اعلامیه های قبلی و اصلی داعش رو تحقیق میکنند در موردش، میگند که اولا داعش از کلمه ایران استفاده نمیکنه و معمولا یا بلاد فارس میگه یا ولایت خراسان، و اونا چیزی رو به اسم ایران به رسمیت نمیشناسند، و در حالی که در این بیانیه دو بار نام ایران آمده. نکته دیگرش این استش که میگن که تاریخی که معمولا در اعلامیه های داعش میاد تاریخ هجری است و هیچ وقت اونها تاریخ میلادی به کار نمیبرند، در حالی که در این بیانیه به تاریخ 3 ژانویه این بیانیه منتشر شده، و تمام اینها رو امر بر این میدونند که این اعلامیه اعلامیه حقیقی نیست از طرف داعش، و بنابراین هنوز جای فحص این قضیه در واقع مونده که ببینند واقعا چه کسی این کار رو انجام داده. از طرف جمهوری اسلامی اول اعلام کرده بود که اینها دو تا کیف بمبی بوده که در محل گذاشته شده، بعداً مدعی شدن که، یعنی خود مقامات جمهوری اسلامی، مقامات امنیتی جمهوری اسلامی مدعی شدن که یکی به صورت کیف دستی بوده و دیگری انفجاری انتحار صورت گرفته. بعداً دوباره داستان رو عوض کرده خود جمهوری اسلامی و میگه که هر دو اینا انتحاری بوده و اثری هم از بدن اون کسانی که در واقع این عملیات رو انجام دادن باقی نمونده. تمام اینا به هر حال مسائلی است که جای سوال و جای شک و تردید رو ایجاد میکنه. نکته مهمتر از همه این هستش که بعد از یک روز بعد از این تروری که در واقع در بیروت صورت گرفته بود، چرا جمهوری اسلامی اجازه داده که یک چنین جمعیت بزرگی برای چنین مراسمی در کرمان تجمع بکنند و اصولا خلاف در واقع اصول هست که وقتی شرایط امنیتی
احتمال چنین حرکتی رو میده، حرکت تروریستی رو. و 4 سال قبل هم دوباره همین اتفاق افتاده در همین محل و نزدیک به 100 نفر هم در اون بار کشته شدن در کرمان. چرا چنین اتفاقی مجددا امکان وقوع پیدا کرده؟ به همین دلایل از جمله یک مسئله دیگه این هستش که ظاهرا خانواده آقای سلیمانی هم دخترش و پسرش در این مراسم حضور پیدا نکرده بودند. حالا یا بعد از این انفجار حاضر نشدند یا اساسا قرار نبوده که اونجا حضور پیدا بکنن، ولی اینها تمام چیزهاییست که به شک و تردیدها اضافه کرده و پاسخی هم براش موجود نیست. معمولا جمهوری اسلامی بعد از این اتفاقات فورا 1-2 نفر رو معرفی میکنه و اعدام میکنه، و ولی در این مورد الان ادعای خود جمهوری اسلامی این هستش که این دو عملیات انتحاری صورت گرفته، ولی جمهوری اسلامی در مورد داعش اظهار نظری نکرده و تنها در واقع کانال تلگرامی سپاه قدس هست که نوشته این بیانیه داعش نیست و به دلایلی که خدمتتون عرض کردم این رو رد میکنن. ولی خب همطور که عرض کردم دقیقا به دلیل مسائل مختلفی که حول این قضیه الان وجود داره نمیشه قطعا گفتش که پشت این برنامه چه کسی بوده و چه کسانی بودند و آیا گروه های دیگر معاند جمهوری اسلامی در داخل از جمله مجاهدین یا حتی گروه های مثلا جندالله که عملیات های دیگری رو هم در ایران انجام دادن در ایام قبلا و حتی نزدیک 1 ماه قبل حمله به برخی مرزبان های ایران داشتن در راسک، آیا این عملیات رو هم اونها میتونستن انجام داده باشن یا نه؟ ولی به هر حال هنوز قطعی نمیشه گفت. موجود که مسلمه تعداد زیادی نزدیک به 100 نفر کشته شدند و بیش از 200 نفر هم زخمی. همین دیگه.